سلام به همراهان سوکیبال در خدمت شما هستیم با یه قسمت دیگه از ویدیوهای یوتیوبمون این بار در مورد رئال مادرید قرار صحبت بکنیم تیمی که خیلی در موردش صحبت شده در مورد بحران‌های مختلفی که این تیم در حال حاضر داره و قراره که با قاسمی در این مورد صحبت بکنیم قاسمی اگر که سلام علیکی داری که داری بفرمایید که بحث شروع کنیم من سلام عرض می‌کنم امیدوارم برنامه خوبی باشه و بتونیم راجع به رئال مادرید صحبت اساسی رو داشته باشیم خب همونجوری که میدونی آنچلوتی مربیه که خب خیلی رفیق با بازیکناش رخکن جوری مدیریت میشه توسطش که خیلی ازشون سوال میپرسه خیلی نظرشون رو میخواد حالا فکر کن که در حال حاضر توی رخکن مادرید قرار باشه بره از وینیسیوس بپرسه که پست مورد علاقه به نظر چه جوابی میده وینیسیوس که به نظرم نباید مشکلی داشته باشه در اینکه حالا توی کدوم پست رو بازی میکنه چون جایی که میتونه بازی کنه و چند سال هم از توی رئال جا افتاده داره بازی میکنه شاید اگه از امباپه این سوال رو بپرسیم دقیقا خیلی با میل بیشتری به این سوال جواب میده و از آنجلوتی میخواد کلا همون موقعی که اصلا امباپه میخواست بیاد رئال هم بسی که داشتیم حتی توی اینستا میادم یه ریلیز زدیم دربارش همین بود که آقا یعنی امباپه میخواد نوک بازی کنه توی پاریس هم بارکولا که سمت چپ بازی میکرد چندین باری یه بازی از پس اصلا کلا تو این پست علانیش داشت بازی میکرد بعد اینم نبات فراموش که الان امباپه وینیسیوس حالا رودریگو کمتر رودریگو کم به راست عادت کرده ولی امباپه و وینیسیوس دو تاشون بازیکنان که از سمت به اصطلاح چپ محوطه یعنی سمت چپ خودشون و سمت راست محوطه حریف دوست وارد و حالا بیارن رو پای راستشون و شوت بزنن الان امباپه بیشتر تو پای داره بهش میرسه حالا یا رو به جلو هستن که حالا توی شیش قدم یکم عقبتر میخواد قطع کنه یا داره از سمت راست مثلا وارد میشه خب هر این... که من اینجا جا... دارم مگه اصلا به امباپه چقدر توپ میرسه که میگی میگه توپ در این وضعیت ها بهش میرسه اصلا آمارهایی که توی چند بازی اخیر رال داشته با امباپه جوری بوده که یا اصلا شوت نتونسته بزنه به دروازه اصلا خیلی توپی بهش نرسیده فکر میکنی مشکل از خود امباپه و پستشه آره یعنی یه قسمتش امباپه هست و یه قسمتایش هم پیدا نکردن باز یعنی پیدا نکردن نقطه مناسب برای پاس دادن به امباپه توسط حالا های رئاله ببین الان هافکا درک کاملی از این دارن که وینیسیوس وقتی مثلا این گارد دویدن رو میگیره میخواد به میخواد به سمت مرکز فرار کنه میخواد همون استی واید باشه از همون گوش نفوذ کنه ولی از امباپه اون درک درسته رو ندارن و بازی کنه به اصطلاح پاسور قدرتمندی مثل کروس هم دیگه نیست که بتونه خیلی سریع بازی کنه بشناسه شناسایی کنه و اون پاسور رو بهش بده خب الان من سوالم اینه یعنی واقعا نبودن تونی کوروس به تنهایی و یعنی نتونسته شوامنی کاماوینگا والورده بلینگهام درسته خیلی وقتا اینا مصدوم بودن همشون نبودن یعنی هیچ کدوم از این چهار تا هافک نمیتونه جای خالی کروس رو پر کنه ببین واقعا نه من خیلی وقتا با بچهای مثلا دوستای خودم دارم صحبت میکنم و اینا راجع به مثلا وضعیت رال میگن رال چرا اینجوری شده ام. بعد مثلا بهشون میگم داره میبره که خوب دوم چمپیونز هم هست ولی میگن که نه اصلا انگار یه جوریه درست میبره ولی با اومدن امباپه قطعا همه حالا چه طرفتاری مادریدی چه تیمای دیگه فوتبالی ها توقع مثلا هر بازی پنج تا گل داشتن قطعا و حالا این کروس کجا تأثیرش مشخص میشه به کروس یه خوش هوش تاکتیکی یه جاگیری خیلی خوب داشته همیشه یعنی توی سبک بازیش بود یا چه تو دفاع چه تو حمله اینو به تیم تزریق میکنه اینو هیچ کدوم از این محافظ های حال حاضر رال ندارن یه سریشون هستن بله والورده توی خصوصیت تهاجمی توی شود زدن پشت محوطه توی اضافه شدن به مهاجما حتی خیلی بهتر از کروس هستن قابل مقایسه نیست ولی آیا وقتی والورده آفای دفاعی میخواد بازی کنه میتونه اون جایگیری کروس رو داشته باشه کروس خیلی اصلا توی دوئل ها حتی من خیلی وقتا اصلا شرکت نمیکنه جوری جایگیری میکرد که خب این نقطه بسته شد کروس واسطه ما باید از این سمت حمله کنیم چون در جای مناسب قرار گرفته چون بازیکن حریف میدونه اگه بیاد اینجا کروس هست مثلا مندی هم هست نمیدونم ناچو هم هست این سه نفر میون پاش پس ترجیح میده از این سمت دیگه و این مهمه که بازیکن کجا جایگیری رو داشته باشه حالا همین برای تغذیه کردن مهاجم هم هست یعنی میگم گاهی مثلا خیلی یا دنبال خیلی پاسخ های عجیب و غریب و سختی هستن که آقا چرا راه موفق نمیشه چرا اینجوری شده چرا این وضعیت وجود اومده و بعضی وقتا واقعا ساده این جواب درست این جوابه آره. نبودن آره. کروس بالانس تیم رئال مادرید رو خراب کرد مگه رئال فصل قبل مشکل مدافع نداشت مگه مدافعش معصوم نبودن مگه خود ما تو ویدیو نگفتم نگفتیم باید آرنولد و وندایکو با هم بیاریم رئال آره. بیاره آره. شاید به شوخی گفتیم ولی الان فکر می‌کنم همون شوخی شدن الان که الان رئال یه هاف وسط و یه دفاع راست میخواد حتی اگه کارواخال خوب شه حتی اگه آلا با برگرده الان برای پست آفک دفاعی چه برنامه خواهد داشت آنچلوتی خب اینا همه قبول من برمیگردم سر حرف اولی که زدم و سوالی که ازت پرسیدم که آقا اگه از این سه تا وینگش بپرسه دوست داری کجا بازی کنی همشون میگن وینگر چپ سه تا وینگر چپ داره که یکیشونو باید وینگر راست بازی بده یکیشو مهاجم نوک و یکیشو باید وینگر چپ بازی بده حالا با توجه به ویژگی که امباپه داره معمولا امباپه رو احتمالا نوک بازی میده آقا من سوالم اینه فکر نمی‌کنید بیشتر از نبود کروس این حضور امباپ هست که داره این تیم رو خراب میکنه من یه فلش بک بزنم پارسال این موقع بیشترین تصویر که توی رسانه ها داشت وایرال میشد چی بود دستای جود هم باز بود و بعد از گل زدنش داشت خوشحالی گل میکرد توی کورس آقای گلی لالیگا قرار داشت ام وی لالیگا شد در پایان کار نقشی که براش تعیین شده بود الان زمین تا آسمون فرق کرده به واسطه اون شلوغی که اون جلوی زمین وجود داره به واسطه حضور امباپه من شخصا فکر میکنم اونقدری که حضور امباپه داره تاثیر منفی میذاره نبودن کروز تاثیر منفی نمیذاره نظر تو چیه؟ ببین اصلا امباپه نوع اومدنش به مادرید و طرز برخوردی که خودش با رال داشت و حالا از اون سمت پرز با امباپه داشت به نظرم بیشتر این جنگ نقل و انتقالاتی بود که پرز پیروز شد و شاید خودش هم میدونست که دیگه الان امباپه حضورش توی مادرید اونقدر را گذار نخواهد بود و خود مادریدی ها هم به خود طرفتار مادرید الان توی دایرکت ها باشون صحبت آره، کامنت آره. میکنیم یه آمار اومد بیشترین دریپل موفق از بازیکنه را بکنم امباپه سوم یا چهارم بود ببین بلا یعنی اونا که خیلی باشون سوال میکردیم همه گفتن آه. که چه امباپه اینجا چیکار میکنه اصلا دریپل کی زده کی دریپل زده که ما ندیدیم حالا همین عمر رو فرض کن 10 سال پیش رونالدو داشت رونالدو آه. مثلا بود توی بیشترین دیر بود سوم ببین چه استقبالی ازش میشد چقدر همین قضیه وایرال میشد چقدر مورد توجه رسانه ها و خصوصا خود مادریدی ها قرار طرفداری قرار میگرفت یعنی یه جوری انگار حالا علاوه بر این مشکلاتی که میگی از بابت امباپه پیش اومده خود طرفدارا هم اونقدرا امباپه رو بهترین بازیکن خودشون یک نمیدونن دو اینکه اونقدرها دیگه براشون دوست داشتن چون ببین دو سال سه سال, سال پیش بود کاملا رئال رو یعنی پیچون زیر سآ... پیچون دیگه یعنی پیچون آره. زیر سوال برد و پرز خیلی عصبانی شده بود میگم خیلی اینا رو نباید نادی خود طرفداری خیلی رالی اصلا این دوست امباپه هیچ وقت بیاد تو تیمشون هنوز که آره، هنوز آره هنوز خیلی ها هستن آه. که دارن میگن اینو میگن که آقا ما این امباپه که اومد اوکی حالا اومده دمش هم گرم که اومده ولی یه زمان دیگه باید می اومده. پس تو هم این مسئله رو داری میبینی که حضور امباپه داره یک سری تاثیرات منفی توی روند کل رئال مادرید داره میذاره حالا بجز بحث تاکتیکی یه اخباری هم که حالا جدیدا داره در مورد صحبت میشه نمیدونیم چقدر موثقه نمیدونیم چقدر مسئله جدیه اما اتهام به تجاوز شده یعنی متهم به متهم به تجاوز شده این شماره نوهای رئال چرا متهم به تجاوز میشن کلا یادم که حالا بنزما که اصلا کلا بحثش جداست <applause> یادم یه برهی رو یه اتفاق, اتفاق آره. آره،, آره, آره. اوکی شد ولی حالا نمیدونم مثلا به طرف پول داد مالیات داد نمیدونم مالیات که نه یعنی قرامت داد و الان هم یه اتفاق برای امباپه افتاده بریم سراغ مشکلات دیگه که الان رئال مادید به جز امباپه و حالا اومدن امباپه و نبود کروس داره بحران مسلومیته یکی از فکر میکنم سختترین لحظاتی که رالیا تجربه کردن توی مدت اون شنیدن داده های ممتد کارواخال بود بعد از اینکه ربات داد و این صحنه توی دو سال اخیر برای رالیا خیلی پیش اومده که ببینن بازیکنشون یهو وسط زمین ربات داده کورتوا آلابا میلیتاو و اینم کار که این هم از کارواخال اول اینکه این مسئولیت کارواخال به نظر خیلی فراتر از اون چیزی که به نظر میاد به رئال ضربه میزنه چرا اینو میگم چون که الان ببین این دو سه هفته پیش بود من میشنیدم مثلا خیلی جامعه با میشه کار خوب نیست علکی میدوه اما به نظر من من خودم دو, دو فصل پیش نظرم همین بود کارواخال نات ناد شده دقیقا این دوتا بازی کنم مثال میزنم گفتم اینا چه کاپیتانایی هستن برای رال مادی ولی کارواخال فصل پیش فوقلاده بود این فصل فوقلاده است اون هافکی که متمایل به راسته حالا تو بازی قبلی مدریچ بود کمک میده به فولبک سمت راست و الان وقتی کارواخال نیست و واسکیزه و اگر باشه مدریچ بازی کنه یا حتی قرار باشه مثلا شامانی بازی کنه یا حتی خیلی و حتی وال... که باید والورده رو میخواد،, میخواد... ازش ها دفاعی در بیاره و اصلا دیگه رفته توی این فاز به نظرم و در میارم و من خودم نظرم اینه که هیچ وقت نمیتونه این کار رو کنه ولی قطعا میدونم که یه روزی من اینجا میشینم و میگم که دمش گرم که تونست از چجوری در والورد آورد والورده رو با این حجم الان من داره تلاش میکنه این کارو انجام والورده فکر کنم آمارش اگه اشتباه نکنم 92 درصد پاس یعنی درصد پاس دقت پاس داره و فوق العاده است حالا از بس اصلی نگذریم اون هافکی که متمایل به راست قرار پوشش بده سمت راست رو و الان کارواخال هم نیست که آقا خیال خیال رالی راحت باشه یک در مقابل یک کجا نمیمونه واسکیز الان مطمئن باشه از هر دو تا دول یه دول 100 درصد شکست به خصوص تو بازی بزرگ و... به خصوص تو بازی به خصوص بازی بزرگ. آفرین بازی بزرگ و حالا اون کسی هم که قرار اون سمت کمک به کمک فول بک باشه نمیتونه اه... نمیتون به نظرم والورده نیست نمیذاره آنجلوتی من اینکه حالا بیخیال شه و اگه باشه مودریچ باشه بین اون سمت راست اتوبان میشه خصوصا اینکه اگه اون کسی هم که سمت راست مثلا رودریگو بازی میکنه یا اندریک بازی میکنه بازیکنایی نیستن که بیشتر برگردن بیشتر رو فکر گلزنی هستن بیشتر رو فکر این هستن که حالا خودشون بین وینیو و امباپه و بلینکام و اینا یکم چهره والوردو اینا خودشون چهره کنن و این قطعا به رئال خیلی ضربه خواهد زد و حالا نبود ام... کارواخال من دوست دارم حالا مثلا کسایی که میگفتن کار واخال مورد خوبی نیست و اینا ببینیم در ادامه چه تأثیری داره بازم این حرفو میزنن یا نه آره میزنن یا نه متوجه این قضیه میشن یا نه اما بازم میگم اونجوری قطعا یه راه داره که قطعا برطرف میکنه میگم بهترین حالتش اگه من بودم والورده رو میذاشتم اونجا ولی والورد وای نمیسته میره دیدی همینجور میره کلا آره کلا یه تا تور دروازه حریف هم بره آره میره همین که هم توپ رو میرسونه به تور دروازه حریف هم خودش خیلی هم دوندگیش هم حمله توپش بازیکنی که شوق به حجوم داره یعنی اصلا نمیشه اینو یه جایی بندش کرد بگی که آقا اینجا وایسا مثل مثلا کروس پاس بلند بده به این ور به اون ور تو پخش کن خیلی سخته از بازیکنی با ویژگی های والورده و با تربیتی که والورده شده بخوای هافبک دفاعی در بیاری حالا با توجه به مهرایی که فعلا رئال داره من فکر می کنم فکر میکنم اگر والورده حالا به عنوان چه هافک و چه هافبک دفاعی و حتی وینگ بک یا, دفاع راست بخواد قرار بگیره خیلی بیشتر به نفع رئال تا بازیکن دیگه ای چون مدریچ که با این سنش خب قاعدتا نمیرسه و نمیتونه ضعف های واسکز رو پوشش بده و کاملا باهات موافقم این نکته من تو پرانتز بگم که بحث تموم شده در مورد والورده به نظر به به فکر اینه که آقا جلوی من سیتی قرار آخر فصل بازی کنه لیورپول مثلا بازی کنه و اون موقع یه هافبک دفاعی شیش دانگ میخواد و شاید لازم باشه که یه سری بازی ها رو فدای اون موقع کنه و قطعا آنجراتی نشون داده که خیلی وقتی این کار انجام میده این ا... آره اصلا سیستم آره سیستم تو همه این سال همین بوده رئال هر چقدر که به آخر فصل نزدیک می شده، تیم خطرناکتر و تیم مهمتریه چون جام ها رو آخر فصل میدن و رال تیمیه که آخر فصل ها قراره مانه. برداشت کنه امتیازات رو و جام ها رو آنچلوتی یه جایی یه جایی باید یک تصمیمی بگیره برای بحث سیستم تیمش و دیگه واقعا همونو پیش ببره و اگر هم هر کسی قرار جایگزین بشه روی سیستم قرار روی روی جایگاه های مشخصی عوض بشن نه اینکه سیستم دوباره هی عوض بشه من فکر می‌کنم این خیلی داره به رال ضربه میزنه هم ثبات خود بازیکن نمیتونه خودش رو نشون بده و متغیرهای زیادی تو بازیشون پیدا میشه و همین که خب امتیاز از دست میدن داریم میبینیم که رئال داره امتیاز از دست میده چه تو چمپیونز لیگ چه توی لالیگا رئال سال پیش این موقع تمام امتیازات حالا نه ولی بیشتر امتیازاتو گرفته بود و فاصله گرفته بود از رقبا فقط ژیرونا بود که همون هم میدونستان آقا ژیرونا خبری نیست میتونه رئال از سطح ژیرونا رو بگذره این که الان بارسای فلیک خیلی ترسناکتر و خطرناکتر به نظرم از رئال ولی راال اگه آنچلوتی به اون سیستم مد نظرش برسه قطعا خیلی ترسناکتر خواهد بود فکر میکنی بهترین سیستم و بهترین چینش برای رئال مادی در حال حاضر چی باشه تو الان مربی هستی و میخوای سیستم و بازیکنه رو, بازی رو بچینی واقعا خیلی سخته من چهار دو چهار ترجیح میدم دوتا مواجم جانه هم بلینک هم باشن و امباپا نوک بلینک هم پشت سرش اون امه. چهار جلو اینی حالا مثلا متوجه آره پوشش آره. دو طرف هم بینی و رودریگو وسط هم والوردو و کامو بینگو حالا عقب اون دیگه رسید دیگه من نمید. احتمال این وجود داره که رئال مادید اتفاقا با همین سیستم جلوی اون بارسا قرار بگیره چون بارسا که اینقدر بالا بازی میکنه ممکنه اسیر صرفا ضد حمله ها و این تعداد از بازی کنه هجومی بشه که هم در پرسینگ میتونن موفق باشن البته اگر امباپه و وینیسیوس بدوئن واقعا و همین که خب خلاقیتشون و بار تکنیکی و حالا سرعتی که این بازیکن دارن اینقدر زیاد هست که بتونن بارسا رو مجازات کنن به خاطر بالا بازی کردنش امیدوارم هستیم که الکلاسیکو خیلی خوبی ببینیم خسته نباشی محسنی امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشی ممنونم از شما که همراهمون بودید تا هفته آینده خدا نگهدارتون